قامتش قامتش چون که سارش استوار، قلب او چون رود بارش بیقرار. چشمهای مهربانش غرق نور، حرفهایش سبز سبز و پرغرور. قامتش یعنی خدا مرد آفرید، قامتش یعنی خدا مرد آفرید، چهرهش یعنی خدا درد آفرید. مرد بود و مرد میدان نبرد، قلب او لبریز از ایمان و درد. حرفهایش چون زلال آفتاب، غرق پاکی و صداقت مثل آب. قامتش چون که سارش استوار. سلام و عرض و حرمت خدمت همه شما عزیزان، فرزانگان و فریختگان. امروز اینجا گرد آمده ایم تا از 19 سالیاد شهادت قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود یاد بود کنیم و همچنان از تمام شهدای راه آزادی، استقلال و شرافت افغانستان گرامی داشت نماییم. این روز مصادف است با یاد بود از جمع شهدای افغانستان و به ویژه به مناسبت شهادت قهرمان ملی افغانستان. 18 سنبله سرآغاز یاد بود از سپهسالار جاویدان افغانستان و سپهسالار سرزمین مسلمانان شهید احمد شاه مسعود است. این روز و این مقام را به همه شهدای راه اسلام تبریک و تهنیت عرض می داریم و همچنان روح تمام شهدای افغانستان را خوشنود و جاویدانه می خواهیم. در این برنامه بخشای مختلفی داریم، اما سرآغاز برنامه هم زمزمه کلام الله مجید است که از جناب استاد بشیر سیرت صمیمانه خواهش میکنیم تا با صدایشان برنامه ما را متبرک بسازند. جناب استاد سیرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم
و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعل جميع عاقبة كل أمورنا إلى الخير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين این ملت من است که دستان خیش را بر گرد آفتاب کمربند کرده است این مژدهای اوست که میکوبد از یقین دروازه های بسته تردید قرن را ایمان بیاورید تنها ترین پیامبر با آیه های چشم خدا قد کشیده است این اوست که شیپورهاش را شیپورهای فتح پیام آشناش را آورده در صدا بیدار می کند هشدار می دهد عرض سلام و درود خدمت هزار گرامی و مهمانان خیلی گرانقدر همان گونه که ویداست ما در آستانه برگزاری سالیاد درگذشت قهرمان ملی کشور سالار شهیدان قرار داریم و جا داره از اینجا درود بفرستیم بر روح پاک همه شهدای راه حق و آزادی کشور علل خصوص برای قهرمان ملی کشور که بنیانگذار مکتب آزادی و آزادگی در کشورمان بودند درود بفرستیم خیلی سپاس از قاری صاحب بزرگوار قاری صاحب بشیر سیرت و اکنون از تیم تخلیق خواهشمند استم تا سرود ملی کشور را به دست نشر بسپارن و شما سروران گرامی خواهشمند استم تا به پاس سرود ملی کشور به پا برخیزید اگرچه با سر سبز تو سازگار نبود اگرچه با سر سبز تو سازگار نبود زمانه را چو تو سروی به جویبار نبود تو را که فخر دلیران روزگار منی خدا گواست نظیری به روزگار نبود دل دلاورتان شعله زمستان ها دمی نبود که در اندیشه بهار نبود فقان که دور زمان بر مدار ظلمت بود وگرنه چون تو به دوران چراغدار نبود اگرچه با سر سبز تو سازگار نبود زمانه را چو تو سروی و جویبار نبود ممنون از همکارای تکنیکی و شما عزیزانی که تلویزیون جهانی خورشید را برای دیدن انتخاب کردین و مهمانان حاضر در
این محفل. در این محفل ما چند بخش فرهنگی داریم، نمایش داریم که گروه نمایش را اجرا خواهند کرد، بخشایی که شعر خوانده میشه و عزیزان و شاعران فرزانگان این سرزمین شعرهایی را که آماده کردن خدمت دوستا پیشکش خواهند کرد. ولی خواهش میکنیم از جناب دکتر صاحب شمس الحق آریانفر به نمایندگی از بنیاد شهید احمد شاه مسعود لطف کنند بیاین صحبتایی که دارن و خوش آمدی که برای مهمانا و را خدمت دوستا داشته باشن. جناب دکتر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن را آن بی که کنند علی کلام و ثنای ملک الملک خدای متعال. نخست از همه درود میفرستیم بر روان همه شهدای اسلام، جهان اسلام و شهدای افغانستان، به خصوص شهید بزرگ ما قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود. 40 سال است ما کشته می شویم، 40 سال است شهید می شیم، به غریب ترین اشکال کشته می شویم و در غریبی ها و غربت کشته می شیم. هنوز پروسه پایان نیافته و ما تجلیل شهدای خود را همیشه دوام میتیم، گویا ما ملتی شهید پرور هستیم. خداوند پروسه را پایان داده و همه شهدای ما را ببخشه. در این مدت 40 سال 40 کشوری امپریالیستی، از 40 کشور تروریست و از تقریباً 20 یا 22 کشور نیروهای کمونیستی در این سرزمین سرازیر شدند. تقریباً نیمه دنیای افغانستان و چشم سر دیدن و در اینجا در این شهادت ما سهم دارن، همه از اینا سهم گرفتن و ما به دست نیمه جهان تقریباً کشته شدیم. اما امروز که تجلیل میکنیم از قهرمان ملی افغانستان، شاید عرفای بعضیا در نتیجه تخریباتی که این همه کشورها به خاطر منافع خود کردن و برای ما اختلاف ایجاد کردن که ما را به همه انواع تقسیمایی که وجود داره تقسیم کردن، شیعه و سونی ساختن، ازبک و تاجیک و هزاره ساختن، از این منطقه و از این منطقه ساختن، روشن فکر و بنیادگرا ساختن، کافر و مسلمان ساختن، انواع تقسیمات برای ما آوردن. ما در نتیجه یه تقسیمات است که گاهی وقت به سوی تفاهمات میریم و گاهی وقت واقعیت های مسلمه روی بعض تعصبات نمیپذیریم. جای بحث شد، ما گفتم که احمد شاه مسعود قهرمان ملی است، نه به این اساس نه که بگوین به حساب مسلمانیش ما مسلمان هستیم میپذیریم. فرضاً فکر کنین اینجا یک خبرنگار آمده یا یک محقق میگه موضوع چیست، میگه موضوع تجلیل از قهرمان ملی افغانستان است، میگه کیست، میگم اینه، من یک یا دو موردش یاد میکنم. قهرمان ملی افغانستان کسی است که وقت شوروی با 30,000 سربازش در پنجشیر حمله کرد و با 200 هلیکوپتر و 60 تا جیت بمبارد کرد و پنجشیر را محاصره گرفت، همه شوروی را با همه قوتایش نابود کرد. من با کاکا تاجدین صحبت داشتم، گفت که وقتی که همه قوتها را از عمر صاحب از پنجشیر کشید، آخرین نفران ما بودیم، طرف قلعه‌ای بالا شدیم که طرف اندراب می رفتیم که پنجشیر تخلیه شود. گفت همین وقت صدای تیاره آمد. من که دیدم ششمای من بسیار تیزم بود، گفتم که 3 قطار است. بمبارد امروز وقت شروع میشه.
قطار اول 16 تیار است، قطار دوم 12 تیار است، قطار سوم 8 تیار است. عمر صاحب دی پایین تر بود، من پیش می رفتم در بغل تپه. گفتم میگه مرا که شنید، گفت این شوروی انشاءالله شکست خورد. شکست خورد، من گفت ما کال خوالت آوارگی و فامیلا معلوم نیست کجاست و زندگی چیست. گفت او یک نازدانه هم بود پیشش. گفت ما گفتم آ شکست خورد، معلوم نیست که فامیل کجاست، خانه کجاست، ملت کجا شد. آخ میگه تی تو پراگنده شده، میگه شوروی شکست خورد. گفت پیش بریم باز گپ میزنم. باز از کوتل تیر شدیم سر یک طرف اندراب. گفت برای دکتر شد حتما میفهمه کدام چشمه بود. سر و چشمه وضو کردیم و نماز خوندیم. باز نقشه را کشید، گفت اینی تیار، اینی پلان جنگی از یاست. اینا اینی تیارات تقریبا 50 متر یا چقدر طول داره، یا فقط برای نابودی همی تمامیت پنشیر است که دیگه زنده جان نمانه. دو طرف پنشیر دیوار است دیگه، دیوار را مسدود میکنن، قلعه را گرفتن. ما کاری کردیم که روسا را در داخل همی بر پلان خودشان به دام بیاندازیم. وقت کسی باور نمیکرد و همی کار را کرد، روسا در همی قسم به دام انداخت. ما گفتم چیزی که یعنی یک نمونه ایش میتونه قهرمان ملی باشه. گفت که خب دیگه جای افغانستان هم جنگ بوده، دیگه جای هم شوروی بمبارد کرده. گفتم دیگه نمونه میگم برید. یک طالب آمد تمام افغانستان سقوط کرد، همه مراجع قدرت رفت. یک آدم من پیشتر دیدین تصویریشه، این تصویر یه عظمت است که در دمو عقل نمی گنجه. یک آدم در کل افغانستان همه مراجع قدرت رفته، یک آدم است استاد است میگه جنگ میکنه، کلی هم نصیحتش میکنه که بیرون شو. از بیرون هم تلفن میگه که بیرون شو. داخل هم منصور صاحب داخل این مجلس بوده که گفت دوستا مستقیم میگه که شما هم دیگه یک طرف برین و دیگه پنشیر نابود نشه. و دیگه یک آدم تمام دنیا ختم شده، آلی شنیدنش آسان است. او از همه در فکر کرد که ما در مداخل پنشیر بودیم. شب تا روز همی فکر میکردیم به هزار یک دلیل یک فساد امید زندگی نیست. همی یک فساد عقل نمیگنجه که همی زنده بانه کسی همی یا رای نجات باشه. دینمه تو یک حالت گفته استاد میشه. گفتم اگر دیگه در تاریخ بشر یافته نمونه ایشه بگو که قهرمان ماست. بنان اگر بدون او بغض قضاوت کنیم، قهرمان ترین قهرمان هاست و در جهان نظیرش نیست. یک حرفی بود که گفتم. نکته دیگه ایره که میخواییم بگویم، بنیاد احمد شاه مسعود و دفتر سیاسی احمد مسعود که تازه به کار آغاز کرده، روح تازه دمیده در این حرکت های تجلیل و بزرگداشت از احمد شاه مسعود. ما برای فرهنگی هایی را میگم که اگر شاید کم و کسری هایی در گذشته ها بوده، بعد از این تلاش همیست که کاری بکنیم که همه گید با دستی هم فرهنگ و عظمت امو خراسان باستان، فرهنگ و عظمت اسلامی اعتدالی را که در دوره های بزرگ به جهان ودیه می داده و به جهان تغذیه می کرده، در همون راستا حرکت کنیم و بتانیم در همه زمین ها فعالیت های را آغاز کنیم که چنین برنامه های تازه آغاز شده و دفتر سیاسی احمد مسعود کمیته های مختلفی را فعال کرده، به خصوصی کمیته ها در همه زمین ها دقیقا کاری را آغاز کرده که امیدی زیاد است. و ما امیدوار هستم که فرهنگی ها و دانشمند ها با دید نو، با حرکت نو و با انرژی نو در این میور جمع شویم و بتانیم کاری را بکنیم که بخیر چیزی ماندگار باشد در این کشور و از این نابسامانی ها و بی امنی ها براییم. در برنامه امسال هم کارهای فرهنگی مشخصی وجود داشت. نمایشنامه ایست که حال حاضر میبینین، فیلم مستندی از زندگی عامر صاحب احمد شاه مسعود ساخته شد که معاون پاییز و ولی تلاش و دوستای دیگه
برای از این کار دقیق عملا سهم داشتن، فیلم آماده شده. فیلم هم در یکی از روزهای دیگه افتتاح میکنم که باز دوستا و بزرگوارا دعوت خواد کردیم دوم محفل هم. آزمونی از فیلم های کوتاه را اعلان کردیم که آزمون هم فیلم های کوتاه که همه فیلمسازهای افغانستان از داخل و خارج میتونه سهم بگیره و بهترین سناریوها امکاناتش پرداخته میشه که او ساخته شوه. و در زمینه چاپ کتاب و ایجاد مجلات تحقیقی هم برنامه های مشخص گرفته شده و همچنین در زمینه هنر نقاشی و خطاطی یا بخش ها فعال شده و تا استادا استخدام شده. خیلی آغاز کار است که یکی دو ماه شده و یقینا که ما تا آینده به موفقیت دست میافیم و از همه دوستا و دانشمندا تقاضای ما عزیز که در اینجا با این نگاه نو حضور داشته باشند. با همی نکات صحبت خود پایان میکنم. فکر میکنم عمر صاحب احمد مسعود تا یک مدتی کتیمه شما هستند، بعد از او کدام ملاقاتی دارند که باز در اوجه خود رفتند. تا امیدوار هستم تا وقتی که هستن نمایش و برنامه های ما را هم ببینن و دیگه دوستا سهمی گرم داشته باشن. تشکر. خیلی سپاس از آریان فرسای به بابت سخنان گوهربارشون. میگن در روزگاران مولانا یک شخص بوده که گندم ذخیره میکرده و این گندم هر روز توسط موشی از انبار کم شده میرفته و روز به روز کمتر میشده. اینجاست که مولانا میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. ما این اندیشیم آخر ما بهوش که این خلل در گندم است از مکر موش. موش در انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ویرانه شده است. اول ای جان، اینجاش مهم است، اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. میتونیم بگیم در حقیقت در جامعه ما میتونیم بگوییم موش است به نام تعصب، به نام ناگهی، به نام نادانی که هر روز وارد کالبد خرمن جامعه میشه و هر روز امو همدیگر پذیری و خیلی از مسائل مثبتی که باید در جریان داشته باشه در کشور ما را از بین میبره و نابود میسازه. در حقیقت ما میخواستیم جمع شویم و به صلح پایدار دست پیدا بکنیم، در صورتی که آن موش به قول مولانا اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اگر ما او موش پیدا کردن میتونستیم و نابودش میکردیم. یعنی صلح پایدار یکی از آرمانهایی بوده که در حقیقت من و شما در سر میپرورانیم و اما قسم قهرمان ملی کشور شهید احمدشاهی مسعود برای همین مبارزه کرد. خب خیلی سپاسگزار هستم از شما. در این قسمت از برنامه توجهتان را جلب میکنم به نمایش خورشید خاور که توسط گروه نمایش مؤسسه هنری مکس میدیا در نظر گرفته شده. به افتخارشان کف محکم بزنید. Mustafa!
ببرمش. قمانده سر دیگه مصطفی رو نداره. مصطفی چرا اوت جانو بیادن؟ چه گپ هست؟ بخاطر چی میزنه نیست؟ روش هست عمر سای عمر سای مصطفی دست از می کشته شد انا لله و انا الیه راجعون خداوند مصطفی ما و شما را غریق رحمت بکنه شهادتشان قبول باشه ولی شما صبر داشته باشین مگر نشنیدیم که حدیث پیغمبر صاحب است که شما در برابر اسرا از اخلاق حمیده کار بگیرید چرا که فرق بین ما و اینا همی است که الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم آیا اخلاق حمیده یک مجاهد همی است؟ چرا اینقدر احساسات؟ مرا بچه ما چرا امروز ما جنگ میکنیم؟ یالس نیو، اشتالس گذر. عمر صاحب، اینا میگن که ما نمیفهم شما چی میگین. پس از این پرسان که چرا هم رای ما جنگ میکنه؟ بچه مون دیست نمی پاویش
¿Qué es casar? Esto es des. A mí cansé. Y quitáis. عمر صاحب اینا میگن که به ما گفته شده که اینجا امریکایی و چینی ها هستن. ما به خاطر کشتن اونا آمدیم. بته سالای تبخش برای ازی بگو که سالا را بگی و امرای خودم باش فش میتی سنای هر زمانی که در این محیط منطقه آمریکایی و یا چینایی را می‌بینی امرای از این مرمی به پیشانی مبزن یسلی تی اوفیدش امریکن ان خیتایسی میوزیشن من استرالیات و برش اطمینان بده که کاملا دم نماستی نیبری جفای از دیس بیت دهشته میبرینش به هیچ وجه ازت آزارش نمیکنم فقط کوشش کنین که لسان یاد بگیرید ما باقی مجاهدین دیده میم با چی شما مرسان خدا اجر بشه
امرای عمر صاحب بود اما نه امریکایی و نه چینایی دید. چیکار بود جانو برادر؟ همه سر من چهار ماه بیجا بود نه چرایی دی نه آمریکایی تا جز محبت شفقت ما امید به زندگی نداشت اما تو کمک کرد میخوایم به دین تو آمد چی باید کرد آنچه که ما برات میگویم با تعقیبم تکرار میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله رحمان الرحیم. رحمان الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. الا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسول. مردان نامت مبارک نامت